شایان سلام. اگه برای کارهای روزمره‌تون احتیاج به یه لپ‌تاپ خیلی خوشگل، خوش قیمت و به شدت کاربردی هستین، قطعاً این سرفیس لپ‌تاپ گو میتونه بهترین انتخابتون باشه. وضعیتی که الان هستیم، یعنی با توجه به اینکه بودجه هامون محدود شده، البته بهتر بگیم که قیمت‌ها خیلی فضایی شده و با توجه به اونا بودجه ما دیگه محدود میشه، خیلی مهمه که بدونیم که چی می‌خوایم و نیازمون از این محصولی که می‌خوایم بخریم چیه. حالا مثلا اگه موبایل یا لپتاپ، بدونیم که من واقعا احتیاج دارم که یه لپتاپ برام چیکار بکنه. چون مثلا اگر بودجه‌مون خب نامحدود باشه، قطعاً هممون می‌ریم بهترین مدل لپتاپ و گوشی رو می‌خریم، حالا دلمون بخواد باهاش برنامه‌نویسی می‌کنیم، کارهای گرافیک می‌کنیم یا بازی می‌کنیم. ولی وقتی که بودجه‌مون محدود میشه، خیلی برامون مهمه که بدونیم با اون بودجه من بتونم حتما لپتاپی رو بگیرم که نیازمو برطرف بکنه. مثلا دوست داریم با لپتاپتون حتما برنامه‌نویسی بکنین، کار گرافیکی می‌خواید انجام بدین، کار سنگین می‌خواید بکنین، گیم بازی بکنین، یا نه فقط صرفا یه لپتاپ می‌خواید برای کار روزمره‌تون، مثل حالا چک کردن ایمیل، ویدیو کال، یا کار کردن با نرم‌افزارهای آفیس، فیلم دیدن، چرخیدن توی اینترنت و غیره. اگر این نیاز شماست، یعنی نیاز شما برای لپتاپ سری کارهای روزمره است، به نظر من میتونین به راحتی بیاین سراغ سرفیس لپتاپ گو، به خاطر اینکه لپتاپی که دقیقاً برای این دیزاین شده و به شدت واسه این زمینه کاربردیه. خب با ظاهر این لپتاپ شروع کنم که واقعاً توی این رنج قیمتی یه همچین دیزاین و طراحی خوشگل و شیکی و به نظر من نمیتونین پیدا بکنین. و البته که بالاش آلومینیومیه، پایینش پلاستیکیه، ولی واقعا اینو حس نمی‌کنین، چون انقدر پلاستیکش با کیفیته که اصلا یه حس لپتاپ زیر $1000 بهتون نمیده. این لپتاپ حدوداً 500 خورده دلاره و خب میگم برای این قیمت یه همچین طراحی واقعا بی‌نظیره و من خیلی دوستش دارم. کلن همه چی دستتون وقتی میگین این لپتاپو یا درشو باز و بسته میکنین، کاملا حس پریمیوم بودن یا حالا گرون قیمت بودن رو بهتون میده و این خیلی خوبه. بخوام براتون از پورتاش بگم، حالا توی فوتجام احتمال دارم میبینین، سمت چپ این لپتاپ شما یه دونه USB-A دارین، یه دونه USB-C که میتونین باش لپتاپتون رو شارژ کنین، ولی خب اگه با شارژر خودش شارژش کنین که سمت راست پورتش قرار داره، خیلی سریع تر واسهتون شارژ میشه. در کنار هم یه دونه جایگاه جک هدفون دارین که خب خیلی خوبه برای فیلم دیدن و حالا کلا برای هدفون‌های با کیفیتتون بهش بزنین. اما تنها ایرادی که میتونم از پورتاش بگیرم، من دلم میخواست یه دونه دیگه USB-A میداشت که حالا اگه مثلا دانگل موستون بهش بسته یا کلا یه هارد بهش بسته میکنین، بتونین یه چیز دیگه هم بهش بسته کنین. ولی خب بازم این لپتاپ برای کار روزمره بیشتر سفر و این برام بر رفتن آماده شده و فکر میکنم که همین تعداد پورت ها برای خیلی ها میتونه کافی باشه. این لپتاپ 12.4 اینچه و حالا اگه عادت کرده باشیم به صفحه نمایش خیلی بزرگ، به نظرتون کوچیکه، ولی خب همین کوچیک و جمع جور بودنش باعث میشه که راحت حمل بشه و همه جا بتونین ازش استفاده کنیم. از نظر کیفیت این صفحه نمایش بخوام بهتون بگم، واقعا کانترستش عالی بود، دقت رنگش خیلی خوب بود و یکی از مزایای بزرگش اینه که مثل همه سرفیس ها تاچه و میتونیم با تاچ باش کار بکنیم، ولی قلم رو ساپورت نمی‌کنه، یعنی با پن نمی‌تونین باش کار بکنین. پس اگه همین الان اگه دوست داشتین که با قلم با سرفیستون کار بکنین، این قطعا انتخابتون نمیتونه باشه. ولی یه چیزی که میتونم بهش ایراد بگیرم اینه که کیفیت رزولوشن این صفحه نمایش 1536x1024 که یعنی از 1080 هم کمتره و کلن پیکسل پر اینچش یا همون پی پی آیش 148 که باعث میشه اگه یه مقداری خیلی به صفحتون نزدیک بشین، شاید خیلی خیلی دقت بکنین، یه مقدار پیکسل بودنش رو ببینیم. ولی خب هیچکس اینجوری به لپتاپ زل نمیزنه و از همین دور واقعا فیلم دیدن و هر کاری که من باهاش انجام دادم خیلی 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 جذاب بود و کاملا کیفیتش
اوکی بود، همه چی توش خوش رنگه، همه چی روشنایی خیلی کافی داره، توی هر شرایطی باش کار بکنین نورش کم نیست و در کل به نظرم برای این لپتاپ و این قیمت صفحه نمایش خیلی خوبی داره. سرفیس لپتاپ گو رو میتونین توی سه تا رنگ تهیهش کنین، یکی همین پلاتینیومه که دست ماه، یکی آیس بلوه که من اونو خیلی دوست داشتم، اینم سندستونه که یه رنگ صورتی طوری داره و واقعا اونم جذاب بود، ولی واقعا به سلیقه رفت، من اون آبی رو ترجیح میدادم. بالای صفحه نمایشش دو تا میکروفون استریو هستش که برای حالا ویدیو کال یا هر چیزی که باید ضبط کنین به نظرم خیلی صدای خوب میگرفت. برای این اندازه خیلی وقتا میکروفون ها اونقدی که باید کیفیت ندارن، ولی این میکروفون هاش خیلی با کیفیت بودن و صدا رو با جزئیات خیلی خوبی میگرفتن. و اینکه یه دونم میکروفون دوربین داره که کیفیتش 720 پیه. در کنار اینا کلا اینا همشون با هم باعث میشه که این روزا که خیلی درگیر ویدیو کال و جلسات اینجوری هستیم، با این لپتاپ دیگه واقعا کاملا نیازتون برطرف میشه، میتونین جلساتتون رو خیلی راحت برگزار کنین. من این ویدیو رو دارم با دوربین سرفیس لپتاپ گو میگیرم که هم کیفیت صداشو ببینین که میکروفوناش چجوری در عمل میکنن و همین که کیفیت تصویر رو ببینین. برامون حتما توی کامنت ها بنویسین که نظرت راجع به کیفیت این دوربین و کیفیت صدایی که داره ضبط میکنه چجوریه، خوبه بده، ولی قیمتش هم در نظر بگیریم. به نظر من که برای این قیمت فوق‌العاده است. خب از صفحه نمایش صحبت کردیم، بریم سراغ کیبوردش که کلاً یه چیزی که من راجع به این لپتاپ خیلی دوست داشتم همین بخش کیبوردش بود که به شدت کیفیت و کلاً کیفیت ساخت بالایی داشت و ترابلش عالی بود. تایپ کردم باهاش، من متن این برنامه رو روی خودش تایپ کردم و به شدت کلاً تایپ باهاش لذت بخش بود. این لپتاپ خیلی لپتاپ بی صداییه، تایپ کردن باهاش بی صدا، یعنی تقریبا بی صدا حساب میشه، خیلی حس نمی‌کنی که داره تایپی انجام میشه و کلا وقتی روشنه خیلی حس نمی‌کنی که روشنه، خیلی خیلی بی صدا. ولی یه ایراد فقط داره که اگه اون نبود واقعا میتونم بگم این کیبورد بی نقصه، یعنی هیچ مشکلی نداره. ولی یه نقص بزرگی داره، اونم اینه که بکلایت نداره. این باعث میشه که شما توی تاریکی اصلا نتونین باهاش تایپ کنین مگر اینکه یه نوری روش بندازین یا سعی کنین با نور نمایشگرش تایپ کنین. ولی اینو اگه حل میکرد به نظرم بی نقص بودش. از ترک پدش بگم که کار کردن باهاش به شدت روون و راحته و اینکه من هیچ مشکلی باهاش نداشتم و خیلی خیلی خوب بوده. دکمه پاورش که توی خود کیبوردش قرار داره هم میتونین روش حسگر از انگوش ست بکنین و لپتاپتون رو خیلی سریع با اون باز کنین. بریم سراغ بخشی که خیلی منتظرشین، یعنی پرفورمنس این لپتاپ که پردازندهش کورای 5 10.35 جیوانه که خیلی پردازنده قوی نیست که بتونین باهاش همونطور که گفتم کارهای سنگین روی این لپتاپ انجام بدین، مخصوصا همین کارهای روزمره و مثلا حتی میتونین یه بازیای خیلی سبک یا مثلا حتی ماینکرافت بدراک روش بازی کنین. میگم بازی که خیلی خیلی سبکن، ولی خب در حدی که یه ذره گیم هم باهاش انجام بدین اوکیه. خیلی تبای زیادی نمیتونین باهاش بازی کنین، همزمان کلی کار انجام بدین. البته نسخه که دست منم هستش رمش 4 گیگه، ولی من توصیه‌ام اینه که اگه قرار بیاین سراغ سرفیس لپتاپ واقعا دیگه الان 4 گیگ رم خیلی کمه و من جاتون باشم حتما میرم سراغ نسخه 8 گیگ رمش، چون اونجوری 128 گیگ SSD هم دارین، در کل یه سیستم خیلی بهتر از این نسخه خواهید داشت با یه تفاوت قیمت خیلی کم. اگر براتون امکانش هستش به نظرم اون انتخاب خیلی خیلی بهتریه. در کل یه لپتاپ خیلی خوبیه واقعا برای هر کاری که نیاز روزمرهمون باشه. من به شدت از کار کردن باهاش لذت می‌بردم و یه چیز دیگه که خیلی راجعش دوست داشتم باتریش بود که حدود 12 ساعت یا حالا بنا به کاری که باهاش انجام میدیم بیشتر یا کمتر به من واقعا باتری میداد. یعنی من فکر می‌کنم بیشتر از 12 ساعت باهاش کار کردم و همچنان روشن بود و اوکی بود و خیلی خوب کار میکرد. این خیلی نکته مثبتیه برای یه لپتاپ به نظر من. همون اول که لپتاپ رو، یعنی سرفیس لپتاپ گو رو روشن میکنین، ویندوز 10 اسمود روش نصبه که بهتون اجازه میده فقط از روی مایکروسافت استور اپلیکیشن نصب کنین یا فقط برای مرورگر از ایج استفاده کنین یا برای موتور جستجو فقط از بینگ استفاده کنین. یه چیزی که تایید شده توسط مایکروسافته.
حتی اگر بخواید موتور جستجوتون رو عوض کنین یا حتی اگه بخواید تطبیقشن از جای دیگه نصب کنین، باید این اسمود رو با حالا قبول کردن نکاتی که بهتون میگه که حالا ما دیگه امنیتتون رو تضمین نمی کنیم و اینها، فهم که خیلی سریع به حالت عادی برش کردین و بعدا نصب کنین. ولی توی این حالت باعث میشه که شما خیلی لپتاپتون سریع‌تر کار بکنه، به خاطر اینکه وقتی شما یه اپلیکیشن رو از جاهای مختلف نصب می‌کنید، بدونید که بدون این سری استارتاپ اپس ممکنه اضافه بشه، یه سری ویروس به لپتاپتون ریخته بشه که باعث کند شدن لپتاپتون میشه. برای همینم اگر واقعا احتیاجی ندارین به اون کار، میتونین بذارین همین حالت اسموت بمونه و کارتون هم راحت باش انجام بدید. خیلی ممنونیم از ITCT که سرفیس لپتاپ گور در اختیار ما قرار دادن که واسهتون بررسیش کنیم. اگر دوست دارین این لپتاپ رو با تخفیف بیلوشایی و اگر میتونین حالا قسطی ازشون خریداری کنین، ما حتما لینک های لازم براتون توی توضیحات میذاریم که به پیجشون سر بزنین و ازشون سوالاتتون رو بپرسین. در آخر از اسپیکر این لپتاپ بگم که یه جای حالا خیلی عجیب غریبی سختم پیدا میشه. این پایین اسپیکرشو داریم که واقعا من از صداش خیلی تعجب کردم، چون به شدت صدای واضح و خیلی خوبی میاد، جوری که من فکر کردم مثلا دوتا اسپیکر این بر اون برشه که داره این صدا رو بهم میده، ولی با همون اسپیکری که اونجا قرار داره خیلی صدای واضح و خوبی میاد. اگه میخواین یه فیلمی رو ببینین بدون هیچ هندزفری، واقعا کاملا متوجه میشین که چی میگه و کاملا صدا رو دریافت میکنین. حالا به یه هدفون خیلی با کیفیت نمیرسه، ولی برای یه لپتاپی با این به نظرم از خیلی از لپتاپایی که من دیده بودم صداش خیلی بهتر بود و من اینو خیلی دوست داشتم. در از اونم بهتره. خب این تاپ گیمینگ که انقدر اختلاف قیمت داره، اون چند دلاره؟ $1000 گرفته. یه حدود $1000 اختلاف قیمت داره، ولی صدای این از اون خیلی بهتره. البته این لپتاپی که داریم راجعش صحبت می‌کنیم و امین قبلا براتون بررسی کرده، لینکش حتما توی توضیح براتون می‌ذاریم که اگه دوست دارین اون لپتاپ رو ببینین که بتونین راحت دو تا لپتاپ با $1000 اختلاف رو با هم دیگه مقایسه کنین. بخوام یه جنبندی کلی بکنم از این لپتاپ، من واقعا از کار کردن با این لپتاپ خیلی لذت بردم و فکر می‌کنم که حالا از توضیحاتی که دادم کاملا مشخص بود. و به نظر من اگر قراره که نیاز شما از این لپتاپ فقط همین کارهای روزمره و یه کوچولو بیشتره، این لپتاپ قطعا خیلی انتخاب خوبیه. چون اگر خوبیا و بدیایی که من در طول این ویدیو بهتون گفتم کنار هم دیگه بنویسین، قطعا خوبیاش خیلی بیشتره و نسبت به قیمتی که داره خیلی خیلی بیشتر میارزه. مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدین. مثل همیشه ممنون میشم اگه لایک و سابسکرایب توی کانال یوتیوب و آپارتمان فراموشتون نشه و اینکه نظرتون راجع به لپتاپ بهمون توی کامنت ها بگیم. اگر هم سوالی راجعش هستش که چیزی بوده من راجعش توضیح ندادم، حتما توی کامنت ها واسمون بنویسین. و اینکه اگر دوست دارین بیشتر با ما در ارتباط باشین، میتونین با یوزر @میروشکست ما رو همه جا توی تلگرام، اینستاگرام، توییتر و غیره پیدا کنین و اگر دوست داشتین فالو میکنین. الان صدای من اوکیه؟ صدای که دقیقا من میشنوی اوکیه؟ آره؟ ها. آره دل تو گیره میشه؟ یک.